All of our images and videos are archival and we do not claim that they are related to the present time. سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. توی برنامه امروز قرار پایگاه‌های موشکی یمن رو در چند بخش به شما عزیزان معرفی کنیم. پس تا پایان این برنامه با ما همراه باشید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب همونطور که متوجه شدید این برنامه به چند بخش تبدیل شده. در بخش اول به پایگاه‌های زیرزمینی می‌پردازیم و در بخش دوم پایگاه‌های موشکی یمن رو بررسی می‌کنیم و در بخش سوم به راه‌های حمله و چگونگی حمله به پایگاه‌های زیرزمینی خواهیم پرداخت و در نهایت در بخش چهارم هم در آینده این پایگاه‌های زیرزمینی رو در یمن بررسی کنیم. خب حالا بریم سراغ بخش اول. پایگاه‌های زیرزمینی برای اولین بار در جنگ جهانی دوم برای مقابله با بمباران‌ها ساخته شدند. این پایگاه‌ها اوایل برای در امان بودن غیر نظامیان ساخته شدند و تعداد کمی از این پایگاه‌ها برای نگهداری و انبار تسلیحات و تجهیزات به کار گرفته می‌شدند. نمونه‌های این پایگاه‌های زیرزمینی رو میشه هنوز در اوکراین، روسیه و آلمان مشاهده کرد. الان بیشتر تبدیل به مکان‌های گردشگری و ایستگاه‌های قطارهای شهری شدن. اما بیشتر استفاده از این پایگاه‌های زیرزمینی برمی‌گرده به جنگ سرد. در طی جنگ سرد نیروهای شوروی برای در امان موندن از حملات موشکی و اتمی آمریکا و پنهان کردن توان نظامی خودشون از آمریکایی‌ها این پایگاه‌ها رو ساختن و این اولین باری بود که از تونل‌های زیرزمینی برای نگهداری و انبار تسلیحات در این ابعاد استفاده می‌شد. شوروی در زمان جنگ سرد پایگاه‌های خیلی زیادی ساخته بود و این پایگاه‌ها هم پایگاه‌های برای استقرار زیردریایی‌ها، جنگنده‌ها و موشک‌های هسته‌ای و قاره‌پیما بودند که الان با گذشت زمان تبدیل به موزه شدند. در زمان شوروی این پایگاه‌ها بیشتر برای مخفی کردن تسلیحات مخفی و جدید و یا آزمایش‌های نظامی به کار گرفته می‌شدند تا مکان امنی در برابر جاسوسان و ماهواره‌های جاسوسی غربی باشند. اما در روسیه با فروپاشی شوروی و ورود آمریکایی‌ها به روسیه و توافقات نظامی در این دو کشور، خیلی از این پایگاه‌ها تخریب یا رها شدند و الان دیگه خیلی از اون پایگاه‌های زیرزمینی شوروی یا به موزه تبدیل شدن یا تخریب شدند و فقط تعداد کمی از پایگاه‌های زیرزمینی زمان شوروی برای نگهداری از بمب‌های اتمی و موشک‌های قاره‌پیما فعال هستند و دارن به کار خودشون ادامه میدن. اما الان کشورهای زیادی مثل ایران، آمریکا، چین، کره شمالی و خیلی از کشورهای دیگه که دارای قدرت‌های فراوانی هستن رو به ساخت این پایگاه‌ها آوردن. آمریکا الان 12 پایگاه موشکی زیرزمینی داره که برای انبار و نگهداری تسلیحات اتمی و موشک‌های قاره‌پیما از اونها استفاده میکنه. چین هم مثل آمریکا تعدادی پایگاه زیرزمینی داره که برای انبار و نگهداری تسلیحات اتمی و مهمات از اونها استفاده میکنه. همچنین کره شمالی هم چندین پایگاه زیرزمینی داره که انواع و اقسام موشک رو در درونش جای داده و تعدادی هم پایگاه‌های زیرزمینی در سواحل کره برای نگهداری از زیردریایی‌های اتمی وجود داره. ایران هم از سال 63 شمسی کار برای ساختن پایگاه‌های زیرزمینی رو شروع کرده و الان هم ارتش و هم سپاه در سراسر کشور چندین پایگاه زیرزمینی دارن که برای نگهداری و انبار شلیک موشک و پهپاد از این پایگاه‌ها استفاده می‌کنن. ایران چند وقت پیش از پایگاهی در دل کوه با نام عقاب 44 رو نمایی کرد که پایگاهی در زیر کوه‌ها برای نیروی هوایی بود و چند اسکادران جنگنده‌های F4 در اون خدمت می‌کردن. اما حالا میرسیم به بخش دوم برنامه که تصاویری منتشر شده که نشون دهنده پایگاه‌های موشکی زیرزمینی یمنی‌ها هستش. این پایگاه به احتمال زیاد داره به کمک ایران در دل کوههای یمن در منطقه کوههای عطان در نزدیکی صنعا ساخته میشه و قرار در آینده مکانی تقریبا امن برای موشک‌ها و یا پهپادهای یمنی باشه. این پایگاه در دور یک کوه ساخته شده و فعلا با عکسایی که پارتیزان به دست آورده دو ورودی برای اون وجود داره که امکان افزایش ورودی های اون هم همچنان باقی هستش. ساخت این پایگاه در دل کوه امنیت این پایگاه رو بالا میبره. این پایگاه باید چندین دریچه برای شلیک موشک داشته باشه که هنوز ساخته نشدن و در حال ساخت هستن. یمنی ها میتونن با کمک ایران پایگاه رو به خشاب های موشکی هم مجهز کنن. پایگاه زیرزمینی یمن در آینده میتونه میزبان موشک های کروز خانواده قدس، برکان و قاتم که برده بیشتر از 1000 کیلومتر رو دارند باشه. ساخت این پایگاه در دل کوه
های یمن میتونه آغازی برای ساخت پایگاه های این چنینی در یمن باشه. یمن در حال حاضر مکان امنی برای نگهداری موشک ها و پهپادهای خودش نداره و همین باعث شده که کشورهایی مثل آمریکا به راحتی انبارهای نگهداری این تسلیحات رو مورد هدف قرار بدن. دیدیم که آمریکا در ائتلافی که برای مقابله با حملات یمنی ها بر ضد کشتی های تجاری که راهی اسرائیل شده بودند درست کرد، چطور این موشک ها و پهپادهای یمن رو مورد هدف قرار میداد. پایگاه های زیرزمینی به علت ارتفاع بین 100 تا 1 کیلومتری که از سطح زمین دارند، تقریبا توان حمله به این پایگاه ها رو به صفر میرسونه. هیچ موشکی در دنیا هنوز وجود نداره که بتونه چند صد متر در زمین فرو بره. همین هم باعث شده که این نوع پایگاه ها در برابر حملات موشکی و بمباران ها خسارت جزئی ببینن و تجهیزات و تسلیحات موجود در اونها سالم باقی بمونن. تنها سلاحی که توانایی ضربه زدن به این پایگاه ها رو داره و میتونه این پایگاه ها رو نابود کنه، بمب های هسته ای هستن. بمب های هسته ای باز هم توانایی نابودی این پایگاه ها رو ندارن، اما موج انفجار تولید شده و تشعشعهای رادیواکتیو هستن که توانایی ضربه زدن به این گونه پایگاه ها رو ایجاد میکنن. همین هم باعث شده تا اینطور پایگاه ها تبدیل به مکانی امن برای موشک ها و تسلیحات بشن. یمن با داشتن اینو پایگاه ها داره تبدیل به قدرت موشکی جدیدی در آسیا و خاورمیانه میشه. یمن قبل از ساختن چنین پایگاه موشک و تسلیحات خودش رو به صورت پراکنده در جای جای یمن مستقر کرده بود که به علت نداشتن قدرت پدافندی مناسب برای حفاظت از این پایگاه ها به راحتی توسط کشورهایی مثل آمریکا مورد هدف قرار می گرفتن. این پایگاه ها کل جنگ با یمن رو دچار تغییر میکنه. یمن با این پایگاه های زیرزمینی تبدیل به قدرت جدیدی در خاورمیانه میشه که برای آمریکا و متحدانش بسیار نگران کننده. ایران داره یمنی ها رو تبدیل به قدرت جدیدی در منطقه و نیروهای مقاومت میکنه. یمن با داشتن چنین پایگاهی خیال تقریبا راحتی در برابر حملات آمریکایی ها پیدا میکنه. این کشور الان داره کشتیرانی در دریای سرخ، اقیانوس هند و دریای مدیترانه رو تهدید میکنه و همین امر باعث میشه که آمریکا و غرب مانع این قدرت گرفتن یمنی ها بشن و خب طبیعتا مشکلات زیادی رو برای اونها به وجود بیارن. خب رفقا، به پایان برنامه امروز هم رسیدیم. خیلی ممنون که ما رو تا این لحظه همراهی کردید و امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همه شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.